رادیو همراه بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام بفرمایید. آی دکتر من از ایران تماس میگیرم، 42 سالمه، خانومم 40 ساله شده، بچه 4م از 6 تا و خانومم 6م از 6 تا. و خدمت شما عرض کنه ما تقریبا 15-16 سال پیش با هم به نوعی همکار بودیم و آشنا شدیم و 7 سال پیش با هم عقد کردیم و تا کنون تنها مشکلی که ما داریم تو زندگیم و که هنوز تو عقد هستیم اینه که من با خانومم نمیتونم رابطه جنسی کامل داشته باشم. نصب کنین آخه شما نصب کنین، شما در یه جامعه مانند ایران 7-8 سال با یه نفر دوست بودید، تازه بعد رفتید عقد کردید، چرا ازدواج نکردید؟ آره به هر حال 6-7 سال با هم معرفی و همکار راه دور بودیم، بعدن به هر حال به واسطه خانواده همون با هم معرفی شدیم، البته با هم دوست بودیم، علاقه من به هم هم بودیم نکه نبوده، ولی بعد از که با هم عقد کردیم که زندگیمون رو شروع کنیم یه مشکلاتی برای خانواده خانم هم پیش اومد که ما یه 5 سالی اینو به تعویق انداختیم. آخه اصلا معنی نمیده عزیز، نصب کنید. اولا بذارید من اولا یه مطلب رو متوجه بشم، چون ببینید در جامعه ایران ماجرای عقد و ازدواج میتونه دو چیز مختلف و متفاوت باشه با فاصله. آیا شما عقد کردید بعد ازدواج یعنی کردید رفتید با هم همخانه شدید، یا اینکه عقد کردید تو جدا بودید اصلا؟ ببینید عقد کردیم نه که هم خونه باشیم، برحال تو خونه به مادرش با هم زندگی کردیم به نوعی. نه مهم نیست، هم خانه شدید، برحال در یک خانه بودید هر دوی شما، درسته؟ بله بله. بسیار خوب، ماجرای به خاطر اتفاقات دور بر رابطه جنسی رو حتی یه هفته کنار گذاشتن هم معنی نداره، یعنی چی؟ ببینید من نمیتونم شاید به اصطلاح علمیشو بگم واژینوس. نه اونو متوجه هستم که ایشون دارن، نه عرض من اون نیست، آقا شما مطلب دیگه ای فرمودید، شما گفتید به خاطر یه اتفاقی ما این رابطه رو به تأخیر انداختیم. آره، نه به خاطر یه اتفاق تشکیل زندگی و زیر یک سقف رفتن رو به تعویق انداختیم. مقصودتون از متوجه نه نشدم، بعد از عقد یا قبلش میفرمایید؟ بعد از عقد. بله شما 7 سال قبل عقد کردید، درسته؟ بله. کی رفتید با هم 7 سال تموم کی رفتید شما با هم زندگی کردید؟ حالا هر جا مهم نیست محلش. بعد از عقد، یعنی هفته بعد از عقد بسیار با هم زندگی کردید. حالا خب بعد رابطه جنسی چرا همون هفته بعد از عقد نداشتید؟ خب داشتیم، ایشون به نوعی همیشه ترس از این موضوع داشته. خب اینو میشناسیمش عزیز. من اگر اجازه بدید من کمی توضیح بدم شاید بهتر بتونید شما تصمیم بگیرید، یعنی نظر بدید. بفرمایید. ما به چند تا مشاور مراجعه کردیم، خب، و همیشه من نظرم اینه که خانومم هر مشاوری که ایشون تشخیص میده رفتیم، مثلا 2 جلسه میریم کلاس های مشاوره و بابت این موضوع صحبت میکنیم، بعد دیگه خانومم ادامه نمیده و مثلا یه چند وقت بعدش یه مشاور دیگه پیدا میکنیم، میریم باز میریم صحبت میکنیم، خب اشکالاتی که من دارم و ایشون داره هر دوتا رو بیان میکنیم پیش روانشناس و روانپزشک، یه دستورالعملایی میده، مثلا میگه با هم برید سفر، مقدمات سفر رو میچینیم. نه ببخشید من حرفی ندارم بشنوم میتون، شما من بگید که اشکال چیه؟ شما نمیخواید رابطه داشت باشید، ایشون نمیخوان یا نمیشه؟ خیلی میخوام، خانمم همیشه میترسه. نه در ترس متوجه هستم، این روان نشناسانی که پرشون رفتید برای که این یه فوبیاییست که همطور که خودتون اشاره کردید در یه درصدی از خانمها به صورت کم و بیش هست و خوشبختانه راه از میان بردنش رو هم میدونیم، چون یه هراسه، یه فوبیاست که از طریق یه خانم روانشناس یا روانپزشکی تا یه چند جلسه که اصلا شما قرار نیستش ببرید که من برم حرف بزنم، شما نقشی ندارید، یه کسیست که مثل این که از خونه بیاد بیرون یا رانندگی کنه میترسه،
خیلی خوب، باید اونو کمکش کرد. بنابراین اگر شما پرو اجازه بدید یه روانشناس یا یه روانپزشک خانم 10 جلسه همسرتون برن، ایشون باید بتونه اگر کار و تخصصش، یعنی یه آدمی است که حد اقلا رو میدونه، بتونه همسرتون رو کمک کنه مشکل حل کنه. ببینید موضوع اینه که من علاوه آخرین جلسه که رفتیم تقریبا 1.5 سال پیش بوده با یکی از استادای روانشناسی مطرح شهر خودمون، خب رفتیم ایشون دو ساعت 4 ساعت ما رو به هر حال پذیرفت و صحبت کرد. خانم یا آقا؟ بعد از آقا بود. بی خود بوده؟ باید خانم باشه. بله حتما. بس شما قرار نیستش ببرید. ببینید عزیز، من اگر خدمتتون عرض کردم که من نمیخوام از خونه بیام بیرون یا رانندگی کنم، قراره با کسی دیگه برم من صحبت کنم، یه کسی باید منو ببره، من با یه فوبیا یه حراسی روبرو هستم که اون آدم باید این رو از من بگیره. و اون همه تاکید منم خدمت شما این بود و تعجب میکنم از اون آدمایی که نمیگن دوستان خوب من، اینجا جای شما نیست، یه جلسه رفتید بیاد برید. حالا ممکنه حالا که آمدید یه حرفایی بزنید یه چیزایی رو متوجه بشن، ولی مشکل از این طریق حل نمیشه. و همسر شما یه حراسی دارن، آدم ها از سگ دارن، از گربه دارن، از پرواز دارن، از رانندگی دارن. از پرواز، ایشون از پرواز هم داره. حالا خب ایشون مشکلش استراب فراگیره، ای بسا وسواس دارن و این به اون موضوع دامن زده. ولی مسئله ایست که تکنیکی، چون کار تکنیکال عزیز، مثل اینه که برق خونه قطع شده، مهم نیست که آدم خوبی هستیم یا بدی هستیم، یکی که بلد باشه میتونه این برق رو وصل کنه، اون رو شما احتیاج دارید. حالا این گفتگوها، چون خودتون اشاره فرمودید، میخوام برم اونجا که رفتید چی گفتید و چی شنیدید، یا همسرتون چی گفته یا شما چه مطالبی بیان کردید. ببینید آقای دکتر، من یه ذره ریشه‌های خشم هم دارم به خاطر مشغله و کارم. خب وقتی رفتیم پیش مشاور، ایشون مشاور گفته اشکالات همدیگه رو بگید، به هر حال گفتیم. بعد از اون از من مشاور خواهش کرد که آیا میتونی مسائل کاری تو بیرون حل کنی و به هر حال عصبی نشی تو محیط خونه. من تو این 1.5 سال نهایت سعیم رو کردم و تا حدودی موفق بودم و خوشحالم از این تراپی. و بابت این موضوعی که یه جمله که خانمم به مشاوره گفت، گفت وقتی ایشون نزدیک میشه به من برای رابطه، من فکر میکنم به هم داره تجاوز میشه در این حد. و آقای مشاور به من یه پیشنهاد داد، گفت که به هر حال بهش نزدیک نشو، ماساژش بده رید سفر و با ماساژ بهش نزدیک بده. اینجور هم رفتیم و بعد از اون به خاطر مریضی کرونا و اینا نتونستیم سفر بریم. و بعض من پیشم و کارم چون تجارتی شاید مثلا 4 ماه 5 ماه نباشم. و بعدش که آخرین باری که برگشتم به شهرمون، از اون به بعد خیلی بدتر رو فاصله گرفت و یه مدت هم بهتر شده بود با کلاس های مثبت اندیشی و دوره های مثبت اندیشی که آنلاین شرکت میکرد. تابستون پارسال خیلی بهتر بود، ولی به خاطر بعد از این سفرم بودم دم یه ذره بدتر شده اخیراً، یعنی که این 1 ماه 2 ماه گذشته که با هم هستیم. ببینید عزیز، من میشنوم شما رو، من اصلا باورم کنید ما تو مبهوت موندم که اینا مسئله شما نیست. مثل اینکه من بیام خدمتتون عرض کنم یه میخی توی پای منی، وقتی راه میرم درد دارم، پامو بالا میگیرم، بعد یکی بیاد بگه حالا که میری مثلا با یه دوچرخه برو، یا مثلا یه چیزی درست کن، یه پاتو بذار روش، پات تو هوا باشه. بعد آخه این مشکل رو چرا یکی فکر نمی‌کنه من میخوام از پام در بیارم؟ عرض من خدمت شما اینه که موضوع و مسئله این که شما آدم عصبانی هستید یا نیستید، نمیدونم با هم برید مهربون باشید، برید سفر، همدیگر رو ماساژ بدید، اینا همه مهمن، ولی 2% نقش دارن. موضوع اصلی در ذهن همسرتون، سیستم احساسی و اعتقادی ایشون که از کودکی به نوعی و به دلیلی آسیب خورده، اونجا مسئله شماست. یعنی اونجا میخ رو زدن تو پای ایشون. بنابراین دکتر متخصص وظیفه اول و اصلیش اینه که میخ رو در بیاره، و این کار یک خانم روانشناس یا روانپزشک، فقط هم با همسرتون نباشه. و این کار رو
اگر خدمتتون عرض کنم به راحتی من میتونم بگم صدها موردشو من در این شهر داشتم، اونایی که زمینه پزشکی نداشته، چون برخی از اوقات ماجرای جنبه پزشکی داره، ولی اگر جنبه روانی داره که من از شما دارم میشنوم، هر صد موردش حل شده، اونم به واسطه یه خانم روانشناس تو 5 تا 10 جلسه. بنابراین شما اگر فقط لطف کنید، اولا برید سراغ یه خانم روانشناس و بعدم حرف خیلی مشخصه که ما میخوایم همسر من این فوبیا، این هراسی رو که از ایجاد رابطه جنسی با شوهرش داره رو شما از بین ببرید، کاری که هم از نظر اجتماعی ولی مهمتر از نظر شرعی، از نظر مذهبی، از جانب خدا پذیرفته شده است. یعنی چیزی نیست که ایشون بخواد کار خلافی بکنه، گناهی بکنه، اشتباهی بکنه، یعنی یه واقعیتی. پس ذهن ایشون از نظر اعتقادی، از نظر اجتماعی، از نظر روانی، از نظر انسانی باید آسوده باشه. ایشون یک برداشت و دریافتی داره درباره این رابطه که اون همه غلطه، یعنی گفتم یه میخیست تو پای ایشون، اینو باید در آورد. اینه که من فقط تعجبم از اینه که چطور شما، اگر من صدها نفر به من مراجعه کرد، صدها نفر تو کار تراپی، به مجرد گفتم خانم عزیز اصلا بیش به 10 دقیقه اینجا نشین، احتیاجی هم نداره پرداخت کنید، من شما رو معرفی میکنم به یه خانومی که مشکل شما رو میرن حل کنن، خوش آمدید، با شوهرتون هم کاری من ندارم و تمام شد. یعنی میخوام به شما بگم این یه نوع تکنیکه، مثل اینکه شما برگردید بگید اتومبیل من پنچر شده، کسی نمیتونه بیاد کاری بکنه، مگر اینکه راه حل درستش رو انتخاب کنیم که بتونه پنچری رو بگیریم، باد لازم رو داشته باشه، اتومبیل بره دنبال کارش. احتیاج به اینکه جاده صاف باشه، نمیدونم همه برن اونور بشینن، نه اینوری که لاستیک مثلا پنچره، اینا که مسئله و مشکل حل نمیکنه، ممکنه 1% حل کنه، اما 99%ش باقی مونه که مسئله است. بنابراین توصیه من خدمتتون این است که یه خانم روانشناس و روانپزشک پیدا کنید، از قبل هم بهشون بگید مشکل ما عدم یعنی هراس یا فوبیای همسر منه از داشتن رابطه جنسی با شوهرش. اگر شما یه تکنیکی هست بهش میگیم سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی یه نوعی حساسیت زداییه. اگر شما لطف کنید و همسرتون که حتما لازمه برای که چیزای دیگه هم هست، سی دی یا کتاب یا یو اس پی ترس و استراب و وحشت من رو که 8 ساعته یا کتابش هم هست در ایران هست، هستالی بگیرید دوتایی با هم بشنوید. من اتفاقا دقیقا این، نه این موضوع رو، یه مثالی در جهت اینکه آدمایی که از پرواز میترسن رو اونجا آوردم، شما میتونید اون رو بشنوید، بعدم خاطر همسرتون آسوده باشه، با یه خانم روانشناس راحتی میتونن مسئله رو مطرح کنن و یک بار برای همیشه این مشکل رو حل کنن و شما و ایشون هر دو آزاد و راحت باشید. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. برحال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، براتون آرزوی موفقیت دارم. به همچنین، خدا نگهدار.